دنباله یه بحث اسراف بلخص عوامل و اسباب به وجود اومدن اسراف که در جلسه قبل به تعدادی از علتها و اسباب پرداخته شد، یکی از علتهای بسیار برجسته و تقریبا فراگیر در بحث اسراف و ولخرجی مد و مدگرایی است که دامنگیر همه جوامع ما مسلمان ها شده. در هر جامعه ای بلخص دنیای امروز به لحاظ اینکه دنیای اطلاعات هست و ارتباطات، دیگه شهر و روستا نمیشناسه، تو دورترین و کوچکترین روستا باز هم قضیه مد و مدگرایی مطرحه. و اگه نگاه بکنیم به اسراف، میبینیم که یه بخش عظیمی از اسراف هایی که صورت میگیره به خاطر همین بحث دنبال مد بودن هست. حالا هم در بخش پوشیدن و زینت و آرایش و هم در بحث استفاده کردن از وسایل و امکانات گوناگون، خود مد و مدگرایی از دو بخش وارد زندگی ما مسلمان ها میشه که اساسا هم به یه بخش کلی برمیگرده نهایتش. یکی چشم همچشمی است که تقریبا بستر و زمینه اون بیشتر مراسم هاست، بعدش هم حالا بازار و کوچه و دیدن هست از اینکه دیگران چگونه زندگی میکنن، چه رفتاری دارن و اینا اثرگذارن رو رفتارهای دیگران. اما بخش اصلی و اساسی که باعث ترویج مد میشه بحث ماهواره هست و شبکه های گوناگون اجتماعی، کانال هایی که شبانه روز با انواع برنامه ها در زمینه های مختلف دارن کار میکنن که خیلی هاشون هم هدفمند دارن کار میکنن. یعنی که همون گونه مثلا اگر دشمن از طریق جنگ نظامی میخواد امت اسلامی رو مثلا از پا در بیاره و همیشه خودش آماده میکنه، قطعا در بخش فرهنگی بیشتر هم تلاش میکنه که یکی از زمینه های تلاش دشمنان یهود و نصارا در بخش رسانه هاست که تقریبا تأثیر فراوانی هم رو نحوه زندگی ما مسلمان ها گذاشته. قبل از اینکه به خود اصل بحث یعنی مد و مدگرایی اشاره بشه، پرداخته بشه، ببینیم این شبکه هایی که این همه علاقمندم پیدا کرده، این همه در خانواده های ما مسلمان ها مشتری داره، شبان روز نه تنها کودکان و نوجوانان و جوانان بلکه بزرگترها جزو برنامه حیاتی اونها در اومده. نمیگم برنامه حالا عادی و معمولی، برنامه حیاتی اونها، یعنی شده جزو ضروریات زندگی تماشا کردن فیلم های گوناگون از شبکه های مختلف که گهگاهی برخی شبکه ها هم اونقدر جا میفتن که بزرگ و کوچک عنوان اون، نام اون بر زبانشون هست و تبلیغ میکنن، تشویق میکنن برای دیدن اون. این بعد از اینکه تماشا کردن در جلسات دوستانه و جلساتی که در خانواده ها صورت میگیره، دید و بازدید ها میشه، با هم صحبت میکنن، تعریف میکنن فیلمی رو که دیدن یک بار و دو بار، بعدم خلاصه شو میگن. ببینید چقدر قضایا جابجا شده. مسلمونی که بیاد یک آیه قرآنی رو بخونه، یه حدیثی رو بررسی بکنه،
یا سیرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام یا مسائل علمی مفید بخونه، مطالعه بکنه، بعد بیا در جمع خانواده، در جمع دوستانه تعریف بکنه با عشق و علاقه، که اگر من یه مطلبی رو به دیگران برسونم برام ثواب داره، برام اجر داره. از قرآن میگم، از خدا میگم، از پیغمبر میگم علیه الصلاه و السلام، از دینم میگم، از ارزش‌ها، از اخلاق، از اون چه که مفیده، چون ثواب گیرم میاد. ولی ما به جایی رسیدیم، حالا اینکه خودمون نگاه بکنیم به جای خودش، وقت و تلف بکنیم به جای خودش، اثرپذیری داشته باشیم، این هم به جای خودش. بعدم میایم با علاقه، با افتخار، با بالیدن، با اینکه انسان گویا با تماشا کردن این شبکه ها دیگه کلاس او بالا رفته، شخصیت پیدا کرده، ارزشی در جامعه میتونه پیدا بکنه، میاد تعریف هم میکنه، خلاصه گویی هم میکنه. و من همینجا یه توصیه‌ای دارم به خواهران و برادران، بلخص والدین، مربیان، بزرگترها، برای اینکه اوقات فراغت بچه هامون، جوونامون، خودمون بزرگترها یه مقدار منظمتر بشه، یه مقدار از این بی برنامگی و همینطوری افسار گسیخته، تماشا کردن شبکه های گوناگون تا نصف شب، بعدم در روزم به همین صورت بدون اینکه برنامه ریزی باشه، بیایم دقت بکنیم، سوال بکنیم. در کل یک سری شبکه ها هست، یه سری برنامه های مفیدی دارن، برنامه های گوناگون، فیلم های گوناگون میتونه مفید باشه. سوال بکنیم کدوم شبکه چه برنامه مفیدی رو پخش میکنه. این یه قضیه. قضیه دیگه اینه که بحث کتابخوانی و مطالعه رو جا بندازیم، همینطوری که حالا درست فیلم یه سری جذابیت ها داره و کتاب در آغاز بالاخص اون جذابیت نمیتونه پیدا بکنه، ولی بیان برنامه ریزی بکنیم. مثلا اگر مادر و حتی خود پدر تو خانواده بیان کتابهایی رو بیارن بخونن، پدر و مادر با هم بحث بکنن، صحبت بکنن، خلاصه گویی بکنن، مرد بگه من این مطلب رو تو این کتاب خوندم، مطلب بسیار زیبا، مطلبی که احساسات دینی و اخلاقی و انسانی رو تحریک میکنه، نه اون احساسات ضد دینی و ضد ارزشی. خانم بیاد به شوهرش بگه جلو بچه ها من فلان مطلب رو و فلان قضیه تو فلان کتاب خوندم، این داستان زیبا، این حکایت بسیار جالب، این مطلب بسیار مفید. کوچکترها وقتی اینگونه بشنون از بزرگترها، علاقمند میشن به کتاب، عاشق کتاب و کتاب خونی میشن. چرا کتاب خونی غریبه؟ چرا کتاب خوندن بیگانه هست در زندگی یک مسلمون با اون جایگاهی که اسلام به علم و دانش و اندیشه داده است و تفکر و خوندن و قلم؟ چرا بیگانه هست؟